وقتی که گفتند تو شوهری من میشوی، معنی زنی کسی بودن رو نمیدونستم. شبهایی که با تو بودم میترسیدم، نمیفهمیدم که چرا از او میدی. روزانه با دو گناه هایم بازی میکردم و خیلی خوشحال میشدم. سال 1942 ترو به جنگ بردند و تو رفتی، دیگر بر نگشتی. همون ماشینی بارکش چپه شد و تو خلاق گشتی. حامله دار بودم ولی می دویدم و بوزی می کردم. تولد کردم، نرسیده بود، مرد. کودک رو یاد ندارم زیرا فرصت کم بود. در 17 سالگی زیبا و با قوت بودم. مرا باری دویم با شوهر دادند. تو باشی زن مرده و بفرزند. با من گفتن که دختری جوان نباید تنها باشد. من چی هم میتوانستم بگویم و بکنم. تو مرا از زادگاهم، از ریشه هایم کندی. مجبورم کردی که در میان این کوه ها زندگی کنم تا که تو صاحب یگانه ای من باشی. تو مرا با مردم، با زنان، با کودکانمون و حتی با آرزوهایم رشک میکردی. تو مرا برای خنده های بلندم و گشتوری آزاد و سبکم میزدی. همیشه میترسیدی که من تو رو میپرتویم و به شهر که جای من بود میروم. ولی من کجا میتوانستم روم؟ من میخواستم که تو مرا مهربانی کنی. بعد تو بیمار شدی. تو هر روز تا روزی مرگت بیرحمانه مرا میزدی. تو درجه میزدی که گوی و آخران بار باشد. شاید میخواست که تو را فراموش نکنم. ولی من حتی بوی تو را فراموش کردم. تو مردی بودی که همیشه جوان میموند ولی مرا پیرزن ساختی که آژانگی هم در رویش نداشت. ببخش مرا که نمیتوانم ببخشم.